و اون طرف هم استقلال تهران، نامیست بزرگ و همیشه حریفیست خطرناک. بازی آغاز میشه، میپردازیم به مسابقه. 11 درجه سانتیگراد درجه هواست، یه هوای زمستونی به حساب نمیاد، 32% هم رطوبت. نقطه ای که بیش از همه به چشم میاد اینه که استقلالی ها با حضور این تماشاگران پرشور تراکتورسازی در واقع یه همیتی بینشون ایجاد شده و ظاهراً اون دلخوری ها رو کنار گذاشتن و دارن تیمشون رو یک صدا تشویق میکنن. این ضربه از راه دور، طالبلو داشت یه اشتباه عجیب و غریب مرتکب میشد که تیر دروازه به کمکش اومد. یک بار دیگه ببینیم این ضربه، عکس العمل طالبلو. این توپ رو میفرسته پولادی به روی دروازه در اون شلوغی و ضربه دروازه اعلام میشه. یک موقعیت خطرناک و امیر حسین صادقی که باز هم در متن این حرکت تاثیرگذار بود، اجازه نداد توپ درون دروازه جای بگیره. 3-2 بازی رو واگذار کردن و بعد از اون فقط دو بار همونطور که عرض کردم موفق به پیروزی شدند، یا تساوی یا باخت دادند. فرصت هست برای فابیو جانواریو، فرهاد مجیدی این بار در آفساید نیست، میتونه توپ رو بفرسته. موقعیت، چه فرصتی از دست رفت برای امیدرضا روانخواه، در حالی که به نظر میرسید توپ از ثابتی هم عبور کرده بود. یه بار دیگه ببینیم، این بار از آفساید فرار کرد، ثابتی هم جا مونده بود، اما امیدرضا روانخواه نتونست. روانخواه به دنبال یار خالی است. حیدری، خود خسرو حیدری نشون بده که میخواد بزنه. روانخواه یه فرصت میزنه ضربه رو، میزنه ضربه رو و توپ با اختلاف از کنار دروازه به بیرون میره. این دومین موقعیتی است که امیدرضا روانخواه، در حالی که خوب جایگیری کرده بود و فرارش هم خوب بود، از دست میده برای تیم استقلال. کیانی هم دورخیز کرده. فرهاد خیفا هنوز به بازی برنگشته. طالبلو مراقبه که غافلگیر نشه. حالا این ضربه رو میزنن. این ضربه پای چپ و توی دروازه. مهرداد پولادی استقلالی سابق خوشحالی هم نمی کنه به رسم معلوف، و اما به جای او حدود 35-40 هزار هوادار تراکتور سازی در ورزشگاه خوشحالی می کنند. قرمز پوشان میهمان همچنان 1-0 پیش هستند. یه فرصت برای فرهاد مجیدی، خود مجیدی، جانواریو، حالا برای او حرکت که خسرو حیدری توپ رو میفرسته. این ضربه و چه ضربه ای که سیاوش اکبرپور همچنان اولویتش بر زدن گل زیباست تا زدن گل مساوی. این حرکتی که خسرو حیدری انجام داد، توپ رو فرستادند، و این حرکت آکروباتیک که البته سر مشتبه ترشیز هم اونجا مزاحم کارش بود، هرچند که بیش از نیمی از اونا فعلا از نتیجه راضی نیستند. امیدرضا روانخواه، جانواریو، اکبرپور، خود اکبرپور برمیگرده، یه فرصت برای فرهاد مجیدی و توی دروازه. فرهاد مجیدی گلزنی میکنه. حالا شور و حال به جمع استقلالی ها میاد. استقلال 1، تراکتور سازی 1. پس میشه گفت که دو تعویض اجباری داشت قبل از سوت پایان نیمه اول. آقای مرادی در سوت خودش میدمه، پایان نیمه اول رو اعلام میکنه. بازی زیبا و پرافتخیز دو تیم 1-1 مساوی میشه. برمیگردیم به استودیو فوتبال برتر و عزیزانمون در پخش شبکه 3 در آغاز نیمه دوم از ورزشگاه آزادی با شما همراه خواهیم بود.